میگن برای کسی که ایمان دارد هیچ توضیح لازم نیست و برای کسی که ایمان ندارد هیچ توضیح ممکن نیست. همین دیگه. عزیزان که همکنون بیننده برنامه خودتان از شبکه نور هستین، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. عصر چهارشنبه تان نیکو باد. آرزو میکنم دعا و نیایش همه ما و شما به درگاه الله متعال انشاءالله قبول و مقبول باشه و در دعاهای خیرتان روز شنبه 28 میزان را فراموش نکنید. روز سرنوشت ساز است برای هر یک ما و شما در جغرافیای افغانستان، چرا که انتخابات پارلمانی را پیش رو داریم. بعد از او عزیزان بیننده، همه روزه شما بیننده برنامه خودتان هستین که روزهای چهارشنبه را اختصاص دادیم به احکام فقهی که پیرامون هر موضوعی از دریچه برنامه زندگی صحبت می داشته باشیم. به اساس سوالاتی که در ذهن شما ایجاد میشه، موضوعاتی که شما پیشنهاد می داشته باشین از طریق صفحه برنامه و موضوعاتی که ما مد نظر می گیریم اینجا انتخاب نموده و بحث می نماییم. بحث امروز ما پیرامون حوران بهشتی است و اکثرا خانم ها پیرامون حوران بهشتی سوال دارند که حوران بهشتی کیها هستند؟ دارای چی صفات می باشند؟ چرا در اختیار مردها در بهشت ای حوران قرار می گیرند؟ و سوالات دیگر که همکنون به ذهنتان وجود دارد. پس چه خوب است که به همه ایشان پاسخگو باشند جناب سید یعقوب همدرد، استاد دانشگاه که همیشه ما را افتخار بخشیده و دعوت ما را لبای گفته و تشریف میارند. بعد از ظهرتان بخیر استاد، بسیار خوش آمدید به برنامه. تشکر، سلام خدمت شما، کارکنان تکنیکی شما، بینده های بسیار عزیز که همیشه از پرده های تلویزیون خود ما را مشاهده میکنند و داشته های از دین نظر به توان برشان ارائه میکنیم، اونا هم به دل و جان اینا را گوش میتون قبول میکنند. استاد بزرگوار، حوران بهشتی کی ها هستن؟ تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و حور عین که امثال اللؤلؤ المکنون، صدق الله مولانا العظیم. بعضی که الله تبارک و تعالی رضایت شامل حال ما و شما شوه و هر کس تقاضا داره رضایت الله تبارک و تعالی را و دخول در بهشت موعودی که الله تبارک و تعالی برای مسلمان های را وعده کرده، بزرگتر از حور بهشت و بزرگتر از نعمت هایی که در بهشت انسان به او روبرو میشه، دیدار یا رؤیت خود الله تبارک و تعالی خالق ما، که ما خاشعانه ذلیلانه او را عبادت میکنیم، میخواهیم که خالقی که ما سرگردان هستیم، ندیدیم اما ایمان داریم، ایمان به غیب احساس میکنیم، او خالق این بزرگی کائنات خلق کرده، انسان با اشرف مخلوقات با تمام امکاناتی که یک انسان در او موجود است و همچنان خود حور بهشتی که هیچ کدام ضعف در وجود از او نیست، الله تبارک تعالی خلق کرده، ما شکرانگی در ادا کرده باشیم و رضایت الله شوه و بعد از اون ما داخل بهشت بشیم. هر آن چیزی که برای ما الله تبارک تعالی ما تقاضا داشته باشیم، اهم از زن و مرد، برش الله تبارک و تعالی برش میتکه. از الله تبارک و تعالی میخواهیم که ما شما و تمام کسانی که بیننده هستن و تمام مسلمان ها را شامل حالشون بهشت موعود گردد. الله تبارک و تعالی در قسمت عور، حور بهشت، صفت های میگه و علمای عزیز ما میگن که حور از حورا جمعش هست، به معنی دوشیزگانی هستن که چشمای بسیار باز دارن، چشمان بسیار باز دارن، شدت سفیدی چشمشان آنقدر زیاد است که سفیدی در چشم و همچنان سیاهی که در حدقه های چشم، گردی های چشم آنقدر زیاد است، ای و همچنان سفیدی در صورت، دوشیزگان هستن بسیار سفید که مبالغه دهی شده، همچنان چشمان بسیار تیز و سیاه و چشمان سفیدی که هست آنقدر سفید که میشه که در خود تصویر یک حور بهشت همانا سفیدیه که شدر در سفیدی است، بگویم دوشیزگان بسیار چشم فراخ سفید. ای را به علما به این تشبیه کردن که آنقدر خود ما خودم که تعریف که از داشته های تعریفات عرما که از حور دارن، که حور عبارت از همو دوشیزگان بهشتیه که
چشمان بسیار سیاه می داشته باشند و سفیدیشان آنقدر سفید و تن بسیار سفید دارند. اینا هستند. من میگم که تعریفی که من برش از حور از داشته های قرآن که انشاءالله اگو برابر باشه میگم، حور عبارت از همان دوشیدگان جنتی هستند که هیچ نواقص در وجود از اونا نیست، هست هیچ نگاهی، هیچ نواقص در وجود از اونا نیست و اینا بر لحاظ زیبایی منظور از لحاظ زیبایی، بله از لحاظ زیبایی، از لحاظ وجود، از هر گونه نقص اینا مبرا هستند. خب گونه این تعبیر علما و تعریف شما است یا نه قرآن توضیح خب داره؟ قرآن کریم اونا میگن که در قرآن کریم میگه که اینا پاک هستند، پاک هستند از جراثیمی که زنهای فیلی در عصر دنیا دارن، یک نوع مشکلات هایی که زنها در عصر دنیا می داشته باشند بعد در وجودشان هستند، خود در عالم بهشت این ناپاکی ها نیست، بنا اونا مبرا از این هستند و صفت هایی که دارن حور بهشت با صفت های یک خانم دنیایی بسیار فرق میکنه. فرقش دهی است که اندام های از آنقدر شفاف و حور به میمانا که وقتی که سعی میگن به طرفشان، اونا برای ازواج خود، برای شوهرهایشان به شکل آینه می باشن، میتونه که اینا تصویر خود در صورت زیبای امو حور سعی کنن و آنقدر شفاف می باشن که اینا وقتی که آب می خورن مشاهده میشه که چی را خوردن اینا، آنقدر اینا شفاف می باشن. خب در دنیا برای خانم ها گفته شده که باید ستر عورت داشته باشند، حجاب خود را رعایت کنند. چگونه حوران بهشتی با یک چنین صفتی خلق شدن که حتی وجود داخلیشان هم قابل مشاهده است؟ تشکر. هر آن چیزی که است الله تبارک و تعالی احکام شریعت در دنیاست. دین مبین اسلام الله تبارک و تعالی هدف از اینجا حور بهشت داخل وجود معلوم میشه، هدف از این شفافیت است، هدف از این لطیف بودن این جنس است که الله تبارک و تعالی برای جنتیان ای را خلق کرده. الله تبارک و تعالی مرجع تکلیف دنیا است. هر آن چیزی در دنیا چون کشتار اینجا است و در روش در اوج میکنیم، هر آن چیزی که در دنیا ما کشت میکنیم و در آخرت در روش میکنیم، بله. بناهن دین مبین اسلام مرجع تکلیف انسان اینجا را. شاید سوال دیگه بر گرده که یک تعداد حورای بهشت برای یک جنتی مرد دوشیدگان هستند دیگه، طبعا برای مردها میرسند. سوال دیگه جا پیدا شوه که 60 تای 70 تای 80 تای تماش برای مردها هستند، اینا هورا برای مردها هستند، آیا شاید برای زنهای هم چیزی باشه یا نباشه؟ یک تعداد شاید سوال های سوال پیش اکثریت خانم ها بله دارد. اکثریت خانم ها میکنن. شما سعی کنید که هر آن چیزی که در دنیا مرجع تکلیف است در آخرت دیگه تکلیف نیست. بعد از اینکه امتحان الله تبارک و تعالی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، بنان هر آن چیزی که در دنیا برای ما مرجع تکلیف است، قانون برای ما داد الله تبارک و تعالی، وسیله های تمیز و عقل و علم و وحی را داد، در روشنایی از این ما پیش میریم. بنان وقتی که ما حدیث عالم بشریت هست که اگر شما کس را دوست دارید به خاطر خدا در روز آخرت با او محشر خواهید شد. بله. این بس چی میشه؟ خب ما کسان را که دوست داریم، عین المتحابون بجلالی، الله تبارک و تعالی میگه که او دو شخصی که او دو با ایمانی که به خاطر الله تبارک و تعالی محبت کردند و دشمنیشان به خاطر الله تبارک و تعالی بوده و دوستیشان به خاطر الله تبارک و تعالی، اونا کجا هستند؟ اونا هدف از این حدیث ای است که ما را تشویق میکنه که دوستی ما به خاطر رضای خدا باشه و دشمنی ما به خاطر رضای خدا باشه. انما المؤمنون اخوتون. حال که این زوج به بهشت میره و در اختیارش 13-70 کمتر و یا بیشتر حور بهشتی قرار داره، بس او خانمی که بر رضای خداوند دوستش داشته چی میشه؟ خب مفسرین در تفسیر از این که حوران بهشت 72 حور بهشت است یا حور بهشت که برای امی یک مرد بهشتی در بهشت داده میشه دو قول دارن. یک قولش همی است که میگن که اینا خلق میشن، خلق شدن اورای بهشتی، دوشیدگان بهشتی هستن که در بهشت مال بهشت هستن، فقط در بهشت خلق شدن برای این کسانی که از اهل دنیا، مسلمان هایی که با مو میارهای شرعی در ایجا خود نگاه کردن، وقتی که در اوجه میرن یا جهاد کردن یا غیظ یا خشم خود فرو بردن یا چشم خود از نامحرم در دنیا نگاه کردن، بنان در اوجه که برشان میره حور عین است برشان. یا مثلا تعبیر دیگه یا تفسیر دیگه از مفسرین هست که خودمی زن بهشتی، خود زن بهشتی امان زن دنیایی کسی است که در دنیا با میارهای شرعی برابر بوده.
حال اگر این زن دنیایی با او معیارها برابر نبوده باز چه میشه بحثش؟ خب یک موضوع است که دوزخ نمیره ولی با این معیارها برابر نبوده. بله، اگر با این معیارها برابر نباشه، او به او زن دیگر که در بهشت میباشه، او زنی که با حور، حور بهشت با زن دنیایی فرق میکنه، دو فرق داره. یک علما میگه که حور بهشتی اینمی زن است، زن دنیایی. یک تعداد میگن که نه، حور بهشت حور است که در خود بهشت خلق میشه برای جنتی ها داده میشه. خب حال این دو دیدگاه در تقابل هم دیگر قرار میگیره. بله، حالا ما میخوایم یک جمع بین دو دیدگاه کنیم. قابل جمع که نیست. قابل جمع است، چون علما از تفسیر قرآن کریم اینو گرفتن. یکیش میگه اونو است او زنهای بهشتیش. بله، او زنهای بهشتی که خب مثلا تعدادی که امروز جوانایی که دیگه به شهادت میرسن و اینا خانم هم ندارن، آیا تکلیف از اینا در بهشت چی میشه؟ زنهای کدام زن دنیایی که در بهشت موجه باز زن بهشتیش برای زنها بتن؟ خب این تعبیر علما است یا نه؟ باز هم نه، این تعبیر عقلی خود ماست. این تعبیر عقلی خود ماست. وقتی کسانی که اینجا جوان هستن ازدواج نکردن، دختران هستن که ازدواج نکردن، خیلی تکلیف از اینا چطور میشه؟ آیا سوال ایجاست که آیا اینی دخترانه؟ خب برای دختران مجرد که بعد از مرگ کدام حور مد نظر گرفتن نشده. خب برای دختران مجرد که امیر ما میگم که این جوانانه که مجرد مردن و این دخترانه که مجرد مردن، آیا یک تعبیر می نمیشه که اینا با هم ازدواج میکنن؟ یک، یا مثلا اون کسانی که مجرد مردن جوانهای هستند، آیا حورای بهشتی که در اوج خلق شده خارج از زنای مسلمان ها میشه که اونا برشان داده شود؟ بنابراین جمع این میشه که در بهشت هم حور هست که الله تبارک تعالی برای کی؟ برای مقربین، برای اصحاب یمین، برای کسانی که چشمهای خود از زنان نامحرم دنیایی نگاه کردن، الله تبارک تعالی نصیب از اونا میکنن. مجاهد فی سبیل الله اولین قطرات خونی که از جان از او به خاطر اعلای کلمت الله میریزه، حور بهشتی را بغل میکنه، بنان خارج از زنش میباشه دیگه، فعلا خزانش نباید باشه. میگه حور بهشتی را بنان، تعبیر ای است که حور بهشت همان کسی است که الله تبارک و تعالی دوشیزگان است که در بهشت خلق شدن. حور اسم مؤنث است یا مذکر؟ اسم مؤنث است، اسم مؤنث است، اما دوشیزگان بهشتی است. پاسخ نگرفتم پیرامون سوال خود که خانم ها هم یک چنین امتیاز را در بهشت دارن یا نه؟ خب الله تبارک و تعالی قسم که ما میبینیم در قرآن کریم، ولهم فیها ما تشتهی انفسکم، هر آن چیزی که شما اشتها دارد نفس هایتان برتان دوج میرسد بهشت. الله تبارک شده حقوق بله. بهشتی برای مردها بله. بله. الله تبارک و تعالی شده. الله تبارک و تعالی برای ما چون در قرآن کریم ذکر نکرده، چرا؟ دو گپ هست اینجا. یک گپ است که فطرت سلیم زنها نه در دنیا، فطرت سلیم زنها نه در دنیا و نه در آخرت همچو تقاضایی را میکنن. هیچ زن فطرت سلیم اگر داشته باشه، عقل سلیم داشته باشه، در دنیا همچو تقاضایی را هیچ نکردن و نمیکنن، الا کسانی که از شهوات اینا سرچشمه گرفته باشه. یک، فقط حال زوج خودش. حال دخترهایی که مجرد زوج کردن خب، تکلیفشون بله. چه میشه؟ میگیم که کسانی که عقل سلیم دارن، فطرت سلیم یک خانم به می استوار است که فقط اکتفا به یک زوج میکنن و تقاضای زیاد ندارن. اما چیزهای دیگه است که اونا تقاضا دارن که از زوج کرده میشه که زیورالات داشته باشن. یک خانم حسین آل بس سر از این خب در که در آخرت هم این بله. خانم ها مجرد زندگی میکنن یا نه تشکیل خانواده میدن بله. حور بهشتی با نام دیگه نصیبشون میشه یا خیر؟ بله، بنان خانم های این دنیا که است، حورای بهشت با مو صفت های نیکه که دارن، نقیصه که اصلا وجود نداره، اگر با می میارهای شرعی یک خواهر عزیز و پابند می باشند که در غیاب شوهر خود از محارم خود و اموال شوهر حفاظت می کنند و ایمان به الله و رسول و روز آخرت دارند و نمازهای پنجگانه خود می خوانند و همچنان مالک نصاب باشه، حج و حج می کنند و زکات می دهند، اگر به این شکل باشه این کارا را می کنند و محجب می باشند، الله تبارک تعالی یک فضیلت بسیار بلنده که دادش. وقتی که اینا در بهشت میاین، حورای بهشت حیران میمانه که همچو حور رو ما ندیدیم، این کی است؟ بنان خانمی که در دنیا با معیارهای شرعی زندگی کرده، مسلمان بوده، بنان در بهشت آنقدر زیبا میشه که حورای بهشت در مقابل از این تاب و توان دیدن ندارن که میگه کی است که کار به دندان میگیرن که این کدام حور بهشت است. بنان یک صفت بسیار نیکه که یک قدم چی است که
طرف سوال امی است که جوابش که این خانم مقام میت الله تبارک و تعالی برای مردها 70 و چند 72 یا 1000 یا هر چند اور بهشتی که الله تبارک و باز هم تعالی زندگیش در تنهایی است از کی؟ از همین خانم. نه خیر نه، ما میگیم که یکی موضوعات دنیوی است، همان چیزهایی که در دنیا برای یک خانم داده شده در آخرت دیگه مبرا و پاک است از او. چرا؟ امروز یک خانم خوش نداره که شوهرش در این دنیا یک خانم دیگه هم داشته باشه، بغض و حسادت داره. بله. اما امی چیزها در بهشت نیست، در بهشت نیست. موضوع دیگر که است که هیچ جنتی که عبارت از شوهر باشه اونا چی هستک؟ اونا به این زیبایی نیست. اما الله تبارک تعالی چون فطرت سلیم زن زیبایی ها را زیاد دوست داره، زن میخواد که زیاد چی باشه؟ برش زیورالات زیاد باشه. الله تبارک و تعالی آنقدر زیبایی را خلق کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که یک حور اما بهشت. در عصر امروز جناب استاد همدرد، ما زنهای بشمار را داریم که برشان محک زیبایی، زیورات، پول، سرمایه نیست. بله، در نهایت داشتن تلاش میکنن بله. که فهم، دانش و قدرتشان باید بالا بره گرافش. بله، امروز باید کار کنن بر انسانیت. بله، امروز بعضی غرایزی که در وجود انسان انداخته شده باید در این دنیا باشه. عین غرایز اگر در آخرت باشه بودش جوابگوی نیست. چرا؟ به این معنی که الله تبارک تعالی نمیخواد، چون مرجع تکلیف دیگه وجود نیست. بعض غرایزی که مربوط به دنیا مش انداخته که انسان باید تپ تلاش کنه، کار کنه، اینی چیزها را داشته باشه. بس. اما این غرایزه ها بعض غرایز که است الله تبارک تعالی در عالم آخرت او را ازشان میگیره. یک انسان جدید، همین انسان با مواصفات جدیدی که الله تبارک تعالی را خلق میکنه، هم سن و سال خودش و شوهرش. علما میگن که یا اینا جوان میباشند به مو عنفوان جوانی که میرسن به حد تکلیف و بلوغ، و یا 33 سالگی رو ابن عباس میگه در سن 33 سالگی که امو خوب حالت جوانی است، میگردوشون به مو همسن سال میباشند. زنها در اوج فرق میکنن. ما گفتیم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک حور بهشت، اگر یک حور بهشت آورده شده از بهشت در خلای بین آسمان و زمین گذاشته شود، از بوی خوش و عطر از این انسانهایی که در روی زمین است اینا بیهوش میشن. مثلا صفات دیگی هم باقی مانده از حوران بهشتی. بله، حوران بهشتی یکی خمی صفت بود که اینا وقتی در عالم دنیا آورده شوند کلی مدهوش میشه. پس او صفت که الله تبارک و تعالی بزرگی ده که بر یک زن میته، برای یک زن دنیایی که با اون میارهای شرعی برابر میشه، بلندتر از این صفات است. بنان الله تبارک و تعالی چون فطرت سلیم ای زن تقاضای تعدد ازواج نمیکنه، الله تبارک تعالی خودداری کرده از ذکرش. اما در آیت دیگه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، ایده متشکل از زن و مرد است. هر آن چیزی که نفس هایتان میخواهد، قضیه پوشیده است، مستتر است. اگر تقاضای یک زن مسلمان در بهشت همچی یک چیزی بود، الله تبارک تعالی برش چی میشه؟ میته برش. ولکم فیها تشتهی انفسکم، هر آن چیزی که شما اشتها داشته باشه نفسایتان در بهشت برات الله میتش بش الله. همه مواصفات ای حوران بهشتی در اختیار مردان بهشتی قرار میگیرند. رفتن به بهشت و آخرین مرحلهش و دست آوردن حوران بهشتی است. ما زندگی با حوران بهشتی است و این یک نواق زندگی کردن واقعا گیج کننده و مایوس کننده و خسته کن نیست. امروز هر آن چیزی که الله تبارک و تعالی در میدان مسابقه ما و شما را انداخته، زندگی را جور کرده، ما میگیم که زندگی یک مسابقه است. خود الله تبارک و تعالی در سوره تبارک الذی خلق الموت والحیات متشکل از دوزخ و بهشت، لیبلوکم، تا که شما را چی کنه؟ آزمایش کنه. ایوکم احسن عملا، فقط یک پروژه الله تبارک و تعالی است. خالق ماست، ما را خلق کرده به خاطر چی؟ به خاطر که ما عبادت کنیم. و انسان عمو تو خلق کرده، اگر عمو تو پاداش نباشه انسان با چی کار میکنه؟ هرگاه تقدیر نباشه، تحسین نباشه، تقبیح نباشه، خب یک نواخ زندگی کردن بس بالاخره چی میشه استاد؟ بالاخره قسم که الله تبارک و تعالی ما که ایمان داریم به زندگی جاودان بعد از مرگ. بله، و اصلا همین جوال اگر پیش بره بالاخره چی میشه؟ اصلا زندگی که ما داریم، زندگی این زندگی نیست، این فقط مقدمات برای زندگی آخرت است. ما فقط مقدمه های چی مقدمه چینی میکنیم که در اینجا چی کنیم، چی برنامه های داشته باشیم، چی که بالاخره الله تبار زندگی زندگی آخرت است. بنان مواصفاتی که ما که الله تبار تعالی انسان خلق کرده، به خاطر چی؟ به خاطر بعض چیزهایی که در انسان برای دنیا برش داده، خداها و غرایز را داده، ارتباط به دنیا میگیره. بعض چیزهای تفکراتی که برای ما خلق میته، بعض خداهایی که ما را وادار به بعض کارها میزده، باز در بهشت امینان نیستند.
و در بهشت تو اصلا فکر نمی کنی، اصلا چرت نمی زنی. این گپ هایی که امروز در فکر ما می گرده که ما چی می کنیم، چی باید خواهد شد، اصلا امید غده ها، امی تفکیری که دوجه برای تو رخ بده، اصلا فکر به این رخ برای تو نمیده. هان قدر چیزهای الله تبارک تعالی برای تو میته که تو اصلا چی نداری، به این گپا تو مصروف نمیشی که از الله چی بخوایم. بنان حور و مقصورات فی الخیام، صفت دیگه از این حوران بهشتی که هست، ما گفتیم که در بعض خواهرای ما در دلش خواهد بگرده که برای زنها چی است. ما میگیم که آن قدر برای تو مقام و جایداد و جلال میده که اصلا تو در فکر دی نباشی که نمی باشی که برای ما تعدد ازواج بیاره. باز در دنیا دیدگاه دیگه وجود داره که مردان جاه طلب هستن، چرا در آخرت باز ای جایگاه و مقام از آن زنها میشه و باز هم عیش و عشرت از آن مردها؟ خب قسمی که زنها فطرت سلیمش دوست داره که ما به مقام برسه، به چی برسه؟ به زیبایی ها برسه. بزرگترین خواهش یا خواهر دنیایی ما رسیدن به زیبایی، که خوش داره که یک نفر بگه چقدر زیبا هستی، و خوش داره به ای که خوش داره به ای که چقدر به مقام های بلند انسانیتی رسیده. اما هیچ یک خانم ما در کل خوش نداره که بگه ما 7 شوهر داشته باشم، 4 شوهر داشته باشم. اما نه، یک حور بهشتی در خدمت خانم بهشتی که لاقل بله، ازدواج بله، نکرده بله، بله، شهید شده. ما خانم بله، بر اونا خواه هستن، بر اونا خواه هستن. ما میره میگیم آیت مشخص پیرامون این موضوع آمده؟ بله، چنانچه از حوران بهشتی برای مردها نام برده. بله، ما که غلمان داریم، یکی حور داریم که صیغه مؤنث برای این کسانی است که دوشیزگانی که برای زنها است، برای مردها هستند، اما به نام غلمان، همو جوانان بهشتی که اونا دور میزنند، هم برای مرد هم برای زن خدمتگزار هستند. سلام و یک باشی. و میشه که ما بتانیم که اینی کسانی که دیگه فوت میکنن یا به شهادت میرسن و این خواهرای ما که مجرد، و میشه که اینا با یکدیگر ازدواج کنن. سلامت باشین استاد، بسیار تشکر. عرض میکنیم سوالات بیننده های ما در نتیجه صحبت های خوب شما پاسخ گرفته باشه. صحبت ها را در همینجا جمع بندی میکنیم، ذهن شما را به طرف دیگه سمت سوم میدهیم که روز شنبه و مسئولیت ما و شما در قبال انتخابات چیست. با دقت تمام رای دادن برای شخص صالح تا بتوانیم از مشکلاتی که هم اکنون با او دست و پنجه نرم میکنیم خاطره رها بسازیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتان.